هی تو هواداری کی؟ دشمنی؟ بیناموسی؟ خره اصل نژاد، مسعود حول، فریبرز چسخل، اختاپوس فوشکش، پروفسور دودو، آبدین گشاد و پیشرو در آریوشن. هر هر هر، سومین گلم بهت زدم. اون روی که دیشب اومده بود از تو خیلی قوی تر بود. ها؟ بازم شما اومدین؟ داش روح کمکم کن. نه شما نمیدونید خره واسه چی ما رو جمع کرده؟ نه و لاشقم نمیدونم. آخ کس کشه ننه کس پاپیونی، چرا من انگوش میکنیم؟ اگه من مسعودم چاقال. ای وای ببخشید. آی ویل ویل ویل، این ده نیم آف گاد، هلو گایز، ویلکام تو دیس میتینگ. خره چرا داری انگلیسی حرف میزنی؟ دونجیز یور امته سر نخان، من چند وقت معلم انگلیسی گرفتم، داره انگلیسیم بهتر میشه. اصلا دلیل جلسه امروز ما همینه. ببینید دوستان من، هزینه کلاس خصوصی خیلی زیاده، به همین خاطر ما با کمبود بودجه مواجه شدیم. برای شروع کار چراغ اول مسعود روشن میکنه. بیا برو بابا. اینو ولش کن آقای کارگردان، چراغ اول خودم روشن میکنم. برو کسخل این چراغ رو خاموش کن، کور شدم آخه. دارم میگم پول بده. آقای کارگردان، مگه گاوم پرواز میکنه؟ نه گاوا که نمی... چی میگی اصلا؟ اختاپوس بزن بیا. من چیرم هم دستت نمیدم کستگش. ولی آقای کارگردان من میدم، اگه میخوای بیا. آبدین بلنش، آبدین با تو هم بلنش، پول بده. منو اگه صبح شد بیدارم کنی. ای بابا، انگار نه انگار که مثلا با خانواده ایم. چقدر خسیسید شما. مسعود تو ببین، من نیفهمم اینا میخوان بدن میخوان، تو ولی باید پول بدی. اگه ندی پرتت میکنم بیرون، بازن تو چوب بخوابیا. یا برو کشکش، ما داریم اینجا زحمت میکشیم، تو پول چی رو میخوای از ما بگیری؟ تو اصلا خجالت نمیکشی؟ هر دو سه ماه یه بار یه چوسه حقوق میزنی کفتست ما، همونم میخوای بگیری؟ من اصلا اعتراض دارم، میرم اصلا از تو با این سبک مدیریت رو شکایت میکنم. برو پسر، تو ژاپن میدونی چی جوری کار میکنن؟ اصلا مثل اونا و اونا باید معترض باشن. تو چی میگی؟ خفش بابا، من خودم معترضترین آدم کل جهانم. زمین شاید ولی جهان نه. چیه؟ معترضترین آدم ها توی یه سیاره دیگن، سیاره پیشرویان. جای خیلی باحالیه، قبلا یه بار رفتم. ول ول ول، مثل این که کانتنت این هفته مونم جور شد. یه سر با بچه ها میریم سیاره پیشرویان که یه گردش علمی هم رفته باشیم. آقای کارگردان، میشه آبدینم با خودمون ببریم؟ آخه مخاطبا تو کامنت ها میگن چرا آبدین تو انیمیشن ها نیست؟ آخه این هیچ قابلیتی نداره، به درد ما نمیخوره. ولی خب باشه، میبریمش. مسعود بزن زیرش. نه عشقم، تو بر ندار کمرت اوف میشه. بریم بریم. قیافه این سیاره یه خورده عجیب نی؟ آشنا میزنه یه خورده. آره یه طوریه، واسه منم آشنا به نظر میاد. ما زحمت میکشیم، ما زحمت میکشیم. آقای کارگردو، اینا چرا همه پیشرو هم؟ نمیدونم دودو، میگم قضیه چیه؟ مردم این سیاره همشون یه شکلن و شبیه رضا پیشروان، دلیلش هم هیچوقت نفهمیدم. کسننشون، کسننشون. اینا چقدر باحالن. آقا ببخشید، اینا کیلو چنده؟ دو الماس.
برو بابا گلونه، چه خبره؟ مشکل داری، مشکل داری بی ناموس، ما داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده، گو میخوری فاش میدی. آروم بابا، چرا انقدر خودت اذیت میکنی؟ اینا همیشه اینجوریان. میدونی اینا کلا آدمای معترضین، کار دیگه ای نمیکنن، ولی خب همیشه در حال اعتراض کردنن. ای شما ها کمکم کنید. بچه ها محلش نذارید بریم. کسکش ها منگه با شما نیستم، من اینجا زندانیم، کمکم کنید. برو بابا، ما چه تو رو اصلا نمیشناسیم، برو گمشو پی کاره. بابا منم رضام، رضا پیشروی خودتون، کمکم کنید. ثابتش کن. بسی که منو دید جیغش در اومد، کاش من انقدر دیپرس نبودم و وینچسترم همراه بود و بیزنس نبودم و شیفته جیب نبودم، زودتر دنبال پیش رفت با 18 سال پیش ورداشت، هیچ وقت تا این اندازه دنبال رب نبودم، سرزبونم چاق نبود، از درونم داغ نبودم، پی برواز نبودم، اما یو اپ پشتم بول در اومد. ببین پیش رو، انیمیشن ما الان 8 دقیقه نشده، قشنگ از سیر تا پیاز این ماجرای گیر افتادن دیجا رو برای ما تعریف میکنی، ببینیم چی شده. راستش من موجود زمینی نیستم، من خودم اهل این سیارم. پیش رو آدم فضاییه. خیلی سال پیش منم مثل مردم این سیاره روی نظم کار میکردم و زحمت میکشیدم. رهبر این سیاره خیلی آدم مادر جندهیه و مثل سگ از همه کار میکشید. من همیشه مثل سگ تو معدن کار میکردم. اما موقع فهمیدم که به موزیک علاقه دارم و صدای کلنگم برام بیت بود. اونجا کار ما خیلی خطرناک بود و هر لحظه ممکن بود مرگ به سراغمون بیاد و یه روز اون لحظه رسید. هی تو هواداری؟ کی؟ دشمنی؟ بیناموسی؟ وای فرار کنید، پیش رو اومدم. بیام پیش روی ما رو بپایی، یه وقت با این پیش روی اینی که قایدی نشد گمش کنیم. مراقب باشید، بپرید. مسعود تو خجالت نمی کشی؟ دیدی اون بدبخت دارو چجوری جون می کندن اونجا؟ ببین حالا این پولو بزن بیاد دیگه، این کلاس زبان من مونده آخه. برو بابا چه ربطی داره؟ ای بابا آقای کارگردان، چقدر گشنه بازی در میاری؟ یه بار چراغتو که روشن کردم، بیا دوباره روشن میکنم. بعد به من میگن خشیش، واقعا براتون متاسفم. نتیجه اخلاقی این قسمت پیش رو آدم فضاییه. واقعا نتیجه اخلاقی تاثیرگذاری بود. به تو رب نداره گدا، تا انیمیشن بعدی، فعلا خدا حافظ.